آقا ارادت، خیلی مخلصیم. امروز اومدیم به قائمیه برای بررسی موتور دیگه، یعنی برای آپدیت CF250N که یه ویدیو قبلا ازش داشتم، ولی از بس گفتی تست رایدشو نرفتی اومدم تست رایدشو بگیرم. و این ویدیو هم انگار به هلی جوب سیرن که آپدیت شد، یه جوری میخوام ویدیو رو بسازم که احتیاج نباشه ویدیو قبلی رو ببینید، با این کامل بتونید موتور رو بشناسید و توی خرید بهتون کمک کنه. امروز درباره همه چیز صحبت میکنیم، از خدمات پس از فروشش، تاپ اسپیدش رو میگیریم، سفت و سرش رو میگیریم، اصلا CF چه برندیه، چه نوع کیفیتی داره، خلاصه همه اینا رو قرار امروز بگیریم. پس تا آخر ویدیو همراه باشید. حتما اگه قصد خرید این موتور دارید ویدیو کاملش رو توی یوتیوب ببینید، و یادتون هم نره یوتیوب رو سابسکرایب کنید، این ویدیو رو هم لایک کنید، نظراتتون رو کامنت کنید، مخصوصا اگه صاحب موتورید. خلاصه برو بریم که ویدیو جذاب داشته باشیم امروز. خب آقا قائمیه یه جایی دقیقاً بین شیراز و بوشهر، یه جای خیلی قشنگ که واقعاً کوههای خیلی قشنگی داره و مسیری هم که به اینجا از سمت شیراز میرسید واقعاً دوست داشتنیه. و این موتور هم مثلا یه خورده درباره خود برند CF صحبت کنیم که آقا از کجا اومده، چه متریالی داره. CF یه مارک چینیه، ولی خیلی نمیشه با خیلی از چینی‌ها مقایسه کرد، چون متریال خوبی داره، همکاری‌های خوبی با شرکت‌های مختلف داره. کلاً طراحی‌هاشو شرکت کیسکا انجام میده که یه شرکت غول تو طراحی، با KTM داره همکاری میکنه، با آوادی و چند تا از شرکت‌های دیگه داره همکاری میکنه. و وقتی بیو سایت خود CF رو میخونی واقعا میبینید، حالا به گفته خودشون، آینده خیلی بزرگی تو فکرشونه که میخوان یکی از بزرگای صنعت موتورسیکلت بشن. البته به غیر از موتورسیکلت، چهارچرخ‌ها و باگی‌ها هم تولید میکنن که این نمونه نیکدشه 250، البته 150، 400 و 650 هم داره نیکد، که توی ایران فقط 150 و 250 شو داریم. امروز کل روی صحبت در مورد همین 250 که یه موتور تک سیلندر، انجینش خیلی شبیه دوک، خود موتور حتی خیلی شبیه دوک دیگه، دور بزنیم و برگردیم چون اینجا نمیدونیم کجاست. داشتم میگفتم که طراحی خیلی شبیه دوکه و انجین هم همین جور، که واقعا طراحی خوشگل و بروزی داره این موتور، که دارید احتمالاً تصویرهای موتور رو میبینید، واقعا موتور دوست داشتنی از لحاظ قیافه. از لحاظ ابعادم این موتور یه موتور کوچیک تقریبا، شما اگه بخوام با ویدیوی قبلی که رفتیم برای بررسیش، یعنی یاماها XSR مقایسش کنم، کوچیک‌تر از یاماها XSR تقریبا 198.9 سانت طول موتوره، 78 سانت عرض موتوره، فاصله زین تا زمینش 79.5 سانته که تقریبا قد 175 بالا 170 به بالا یه جورایی روش راحته، کمترین ارتفاعش تو زمین، ولی یه خورده مسئله سازه به خاطر اینکه 15 سانته و خیلی جا به اون زیر گیر میکنه و یکم میتونه اذیت کننده باشه به خاطر این مسیرهایی که ذره چالشوره داشته باشن، خاکی باشن، نمیتونید با این موتور برید. فاصله دو محور این موتور، یعنی از چرخ تا چرخش، همون ویل بیس 1.36 و ارتفاع موتور هم 1.7 سانته، که میگم یه موتور کوچیک جسته است تقریبا. و یکی از ایرادات که همین اول میشه بهش گرفت، صندلی عقبش واقعا یه جورایی بلا استفاده است، به خاطر اینکه یه جورایی موتور یه نفره طراحی شده و نفر دوم واقعا خیلی اذیت، هم زاویهش بده، نفر دوم رو هر ترمز رو شما میفته یا تو شتابگیری ها میخواد پرچ پایین، به خاطر اینکه دستم نداره خیلی اذیت کننده است. و در کل نفر دوم روی موتور خیلی راحت نیست، اگه میخواید یه موتوری بگیرید دو نفره استفاده کنید، این موتور به درد شما نمیخوره. ولی این موتور انجین خوبی داره و شتاب خوبی داره، که حالا یه جا رفتیم سفت و صدش رو با هم میزنیم. گفتم یه موتور تک سیلندر چهار زمانه، چهار سوپاپه که میل بادامکش OHCه و روی کاغذ توان خوبی میده، 6.5 اسب بخار توی RPM 9200 میده و 22 نیوتن متر گشتوار توی RPM 7300 میده. آقا تراکم این موتور 11.3:1 EFI، یعنی انجکتوری موتور و از ECU
و سیستم انژکتور بوش روی این موتور استفاده شده، بوش آلمان که گفتم CF همکاری‌های خوبی با شرکت‌های مختلف داره که این خوبه، و یه گیرباکس 6 سرعته داره که حالا یه جایی رفتیم تاپ اسپید و گیرباکس هم حتما تست میکنیم. وزن این موتور هم 151 کیلوه و 12.5 لیتر بنزین میگیره، البته وزن خشکش که وزنش متناسبه تقریبا، که هندلینگ خوبی هم موتور داره. کمک فرهای جلوش تلسکوپی معکوسه و رینگ 17 رو جلو داریم با لاستیک 180 از ایران یاسا. کمک فر عقب تک کمک و رینگ 17 رو باز ما داریم با لاستیک 130/70 از ایران یاسا، که ترمزا خوبه، واقعا ترمزای خوبی داره این موتور، یکی از برگ برنده هاش توی رقباش ترمزاشه، چون هر دو تا ترمز ABS و واقعا کیفیت خوبی داره، از مارک جی جوانگ هم هست که همین ترمز روی 650 انکش هم استفاده شده. آقا ترمز جلوی این موتور یه دیسک 300 میلیمتر داره و یه کالیپر 4 پیستونه، و ترمز عقبش دیسک 245 میلیمتری داره با یه کالیپر تک پیستون، که کلن ترمزگیریش واقعا ترمزگیری خوب و دوست داشتنیه، موتور تو دستیه، جایی برای خاموش و روشن کردن ABS نداره، ولی این موتور دوتا موده رانندگی داره، یکی موده اسپورت که تا الان روش بودیم و یکی موده رینی یا همون بارانی، که الان بارانی وقتی میکنی به این صفحه کیلومتر تبدیل میشه، که حالا درباره صفحه کیلومترش هم خیلی توضیح میدم و چه اتفاقی میفته. یه خورده پاشش سوخت فرق میکنه، ABS ها خیلی حساس تر میشه به خاطر بارون، ولی در کل فقط این مدل رو روی بارونی روشن کنید، چون اگه به حالت عادی بخواید از این مدل به عنوان اکونومیک استفاده کنید که مصرف کمتری داشته باشه، باعث میشه که به خاطر حالا تراکم ناقصی، احتراق ناقصی که تو سیلندر اتفاق میفته، توی سیلندر کربن بزنه و عمر موتور رو کم کنه. من بهتون پیشنهاد میکنم تقریبا همیشه رو مود اسپورتش رو رانندگی کنید. آقا صفحه کیلومترش واقعا قسمت جذابشه که من خودم خیلی دوستش دارم، یه صفحه کیلومتر تمام دیجیتال تمام رنگیه که TFT هم هست و دوتا مود روز و شب داره، که این مود روزشه و اینم مود شبشه. یه ایرادی که از این صفحه کیلومتر میشه گرفت، سنسور نورش خیلی حساسه و بلا فاصله مثلا تو تونلی جایی رد میشه، یا بعضی موقع خود سایه گوپرو که میفته روش باعث میشه فکر کنه شب شده، به تم شب تبدیل بشه، ولی یک کیلومتر کار آماده، هر چیزی رو بخواید داره، از درجه بنزین، درجه آب، مقدار پیمایشتون، ساعت، حتی ولتسنج باتری رو هم داره، که واقعا کیلومتر دوست داشتنی و خوبی داره. اینجام جاییه که میشه یه سفت و صد با موتور زد. بریم برای سفت و صد CF NK 250. یه چیزی درباره هندلینگش بخوام بگم، هندلینگش توی جاده خیلی خوب نیست، توی شهر خیلی عالیه موتور تو دستیه، ولی توی جاده یه خورده ناپایداری رو حس می‌کنی. الان بعد از 0-100 اومدم یه تاپ اسپیدم پشت سرش بزنم که یکم اذیت کننده بود، موتور می‌خواست در بره و هم مثلا اون وقت که داشتم میومدم، وقتی تریدی‌ها با سرعت از بغلت رد میشن، یه خورده اون باد تریدی‌ها خیلی تکونت میده و کنترل کردنش سخته، خیلی برای تو جاده پیشنهادش نمی کنم. درباره فرمونش هم بخوایم حرف بزنیم، یه فرمون یه تیکه تو دسته، یه خورده به عقب اومده قسمت گریپا و قلوا، که یه خورده با موتورهای عادی قلواش فرق میکنه. اینجا کیل سویچ و استارت رو با هم داریم، جفت راهنما رو داریم که داره این موتور، اینور این مدل رانندگی رو داریم که میشه به بارانی و اسپورت تغییرش داد، نور بالا نور پایین، ولی بعد بوق و
راهنمام دقیقا مثل XSR برعکس همه، بوق بالاه که این بوقشه و راهنما پایینه دیگه، از موقع عادت نداشته باشی قاطی میکنی این موردها رو با هم. چراغای جلوی این موتورم خیلی شد، چراغا نه چراغ جلوی این موتورم خیلی شبیه KTMه، گفتم کلا موتور خیلی شبیه KTMه که همه چراغ از راهنما بگیر، چراغ جلو و عقب LED، نور این موتورم دیلایت یعنی 24 ساعت روشنه و دکمه برای خاموش روشن کردنش نداری، فقط نور بالا و نور پایینشو. آقا شاسی این موتورم شاسی لوله ایه که به نسبت شاسی بدی نداره، البته پلتفرمش با CF151 تقریبا و صندلی هاشم گفتم صندلی دو تیکه است، نفر اول تقریبا راحتی، نوع قرارگیری پا تقریبا خوبه، اذیت کننده نیست، فرمون خوبه، کلن نوع نشستنش، الان صدام داره میلرزه به خاطر آسفالتاه، نوع نشستن روی موتور خوبه یعنی اذیت کننده نیست، ولی یکم خسته کننده است. بعد یه ساعت، یه ساعت و نیم سواری حس میکنی دیگه موقعشه که پیاده شی بری و یه دوری بزنی بعد دوباره بیای سوار موتور شی، که این حالا به خاطر حالت نیکت بودنشه و حالا نوع صندلی و چیزهای دیگه. و واقعا درباره گرمای انجینش هم نمیتونم امروز نظر بدم، به خاطر اینکه انقدر گرم هوا که یه سری گرما داره به همه جای بدن من مخصوصا پاهام میخوره، ولی نمیدونم از گرمای موتوره یا از گرمای محیطه که داره پاهای من میسوزه، که چون دوتا پا دقیقا داره همه جاش میسوزه حس میکنم به خاطر گرمای محیطه، پس درباره گرمای انجینش امروز نمیتونم نظر بدم، ولی هیچ چیزی نبوده که تا حالا توی راندمان کاری موتور نشون بده خودش رو و اذیت کننده باشه. ولی در کل یکم سواریش خشکه، یکم سواریش اذیت کننده است. درسته کمک فنر تلسکوپی جلو داریم میگیره اینجا، یعنی میشد دور زد، ما دور زدیم، ما رو ببخشید اگه نمیشد چون نمیدونستم کجا باید دور بزنم. در کل میگم چون کمک فنر جلوش تلسکوپی معکوسه سوارش بد نیست، ولی نسبت خوبه، ولی خیلی نمیتونید باش راهنده ای کنید. آقا از این دکمه هم میتونید نور سفر رو کم و زیاد کنید که خوبه. حالا چیزی که در موردش خوندم توی سایت های خارجی، انجین دقیقا یعنی تقریبا همون انجین دوک 250 که حالا یه سری تغییرات روش انجام شده، ولی از لحاظ متریال، متریال خوبی داره موتور CF، واقعا یه مارک با کیفیت تو دنیا که از سال 1989 هم تأسیس شده و بازار چینو که تقریبا قبضه کرده، خیلی با تو بازار چین از همه موتور فروشی ها بیشتر فروش داره و این خوبه. ولی آقا تو ایران حالا شرکت جهانرو هم این موتور رو وارد کرده، قیمتش هم هلوش 120 تومن، 125 تومن، این حدودا صفرش. قیمتش تو دنیا خیلی متفاوته، حالا تو سایت های مختلف نگاه کردم، مثلا توی هند 175,000 روپیه است، یه چی حدود 2,200 دلار میشه، توی آمریکا 2,400 خورده ای مدل CBSش بود و تقریبا 2,900-3,000 دلار قیمت مدل ABSش بود، توی ترکیه 65,000 لیره که شده 3,500-3,600 دلار میشه، که اینا رو گفتم بدونید قیمت ها تو همه جای دنیا یه جورای متفاوته، یعنی بعضی کشورها با قیمت جهانی فرق میکنه، حالا نسبت به اون واردات و چیزای دیگه اتفاق میفته. ولی در کل این موتور رو شرکت جهان رو وارد کرده که خود شرکت جهان رو واقعا شرکت خیلی قدیمیه، ولی در کل اون خدمات پس از فروشی که باید و ارائه نمی کنه. قطعات مصرفیش تقریبا راحت گیر میاد، ولی قطعات ظاهری و انجینش کم سخت گیر میاد که این باعث شده که کم فروش این موتور سخت بشه، بازار دست دومش به نسبت ضعیف بشه به خاطر نبود قطعات. البته هست سالا خیلی از بچه ها شنیدم که تو تهران همه قطعاتش هست، ولی تو شهرستان ها کمه که البته میشه ارسال کرد، ولی در کل خود نمایندگی های یعنی جهان رو تعدادشون کمه و قطعات و خیلی هاشون هم موجود حتی ندارن. حتی خیلی از بچه ها دیدم که موتورشون چند ماه خوابیده مثلا برای نبود پمپ بنزین، یا تصادفی کردن قطعات ظاهری نبوده، یا حتی بعضی قطعات مصرفش هم نتونسته بودن گیر بیارن. در کل میگم همه جوره هست، همه چی در موردش شنیدیم،
ولی در کل اگه خدمات پس از فروشش و شرکت جهان رو بهتر میکرد، خیلی بازار بهتری برای این موتور میتونست پیدا کنه، چون موتور پرشتاب و خوبی، حتی روی کاغذ خیلی حرفا برای گفتن داره. حتی در مورد سایتش هم من تو ویدیوی قبلی که 2 سال پیش گرفته بودم گفتم فقط اون مشخصات فنی رو از سایت خارجی خود سیفوتو کپی کرده بود و گذاشته بود، حتی ترجمه هم نکرده بود. حالا دیشب سایتشون رو نهایی کردم، برای CF250NK ترجمه کرده بود و به فارسی نوشته بود، ولی دوباره CF250SR رو که دیدم دوباره اون رو ترجمه نکرد. اولی که میاد یعنی خورده مردم خارجی بخونم بعد بیان فارسیش بکنم، یه همچه حالتی. ولی در کل باید یه خورده هم روی سایت ها شرکت ها کار کنن، هم رو خدمات پس از فروش کار کنن، هم رو مونتاژ کار کنن، چون واقعا مونتاژ این موتور خیلی خوب نیست. و چی بگی آدم، مونتاژ مشخصه که تو ایران این اتفاق افتاده، مونتاژ که البته نه، بسن موتور خوب نیستش تو این مایه. ولی در کل خود موتور قیافه عضلانه باحالی داره، عضلانی البته باحالی داره. این شکسته های روی باک و این چیزا خوبه، یه جورایی جوری طراحی شده که قد اگه بلندتر از مثلا 190 هم باشه پا توی فلاپا گیر نکنه، اذیت نشی، که این خوبه. موتور دوست داشتنی، آینه هاش هم دید خوبی داره. من خودم عاشق دو تا چیزش همه، که صفحه کیلومترش که مثل یه تبلت میونه و این ولت متر باتری. من هر موتوری که ولت متر روش داشته باشه خیلی دوستش دارم، چون نشون میده که آقا اگه بوبین خراب باشه، باتری خراب باشه، اینا رو میتونی بفهمی از توی این که چه اتفاقی میفته وقتی استارت نظری رو 12.5 بعد وقتی کار میکنه با تا 14.7 بیاد، اگه کمتر باشه خب یعنی یه مشکلی تو سیستم برقی موتور هست و میتونی بری چکش کنی، که خیلی میتونه کار را بنداز باشه. آقا یه خوردم رو مود بارانی شرکت کنی ببینیم رو مود بارانی چه جوریه. یکم قدرت موتور کم میشه، یعنی مشخصه یکم قدرت موتور کمه، یکم ABS موتور حساس‌تره، زیر دست میزنه، خورده تغییرات ایجاد میشه. محسوس خیلی محسوس نیست، اجورایی نامحسوسه، مثل زانتی های پولیس که بغلش نوشته بودم پولیس، در این حد نامحسوسه. آقا بریم یه جا وایسیم، موتور رو دور تا دورش رو ببینیم، یه دوری دورش بزنیم، مثل چیزاش رو ببینیم با هم، بعد بیام درباره هندلینگش صحبت کنیم. خب این موتور سنسور جک هم داره که وقتی جک رو پایین میزنی، البته جک خورده سخت پیدا کردنش وقتی بهش عادت نداشته باشی، ولی وقتی میخوای راه بیفتی موتور خاموش میشه، که اینم از سنسور جک موتور. انتقال قدرت هم با زنجیر به چرخ انجام میشه و این قسمت شما میتونید پایه برای جک نصب کنید که جک دو پا رو روش استفاده کنید. این جلگیر رو همین عقب داریم که دوست دارید میتونید باز کنید، ولی اگه باز کنید خیلی گل به کمرتون و اینو پشه اذیت میشه، و اینجا فضای خیلی زیادی داریم، اونم کمک فنر عقبشه. حجم روغن هم قشنگ اینجا نوشته که اگه فقط بخواید روغن رو تعویض کنید 1.3، اگه بخواید روغن و فیلتر رو عوض کنید 1.4، و اگه بخواید کل انجین رو باز کنید مثلا تعمیرات انجام بدید 1.6 روغن باید توش بریزید. و به خاطر تراکم بالاش و حالا سیستم گیری بوکسی که داره، هم از روغن خوب استفاده کنید، هم از بنزین با اکتان استفاده کنید. مصرف سوختش هم تقریبا 103 که به نسبت مناسبه نسبت به گشتاور و اسب بخاری که میده. از اینجا هم میتونید آب موتور رو حالا هم چک کنید هم تنظیم کنید. این موتور هم نمیدونم گفتم اینه، ولی آب خنکه، اینم رادیاتور آبشه. سیستم ترمز هم که گفتم ABS که میتونید ببینید توی سیستم هم فعاله. این همون شاسی فولادیه که گفتم، و به خاطر اینکه فلاپا و اینا یه خورده بد گیر میاد و قیمتاش هم گرونه، حتما بهتون توصیه میکنم از پروتکشن روی این موتور استفاده کنید، اگه زمین خوردید حداقل جون فلاپا و حالا پای خودتون رو نجات بده. این محافظه حالا صفحه کیلومتر هم به نسبت بد نیست، قیافه جذابی هم به موتور داده. این هم صندلیه
عقب و زین جلوی موتوره که خیلی منو یاد هایپرو میندازه، خیلی شکل شبیه هایپرو میمونه. و صندلی عقب که کلا انگار تعطیله، صندلی جلو هم من خیلی ازش راضی نبودم. این قسمت باکم به خاطر طراحیش حس میکردم یکم اذیت کنه، ولی نسبت بد نبود، خیلی اذیت کننده نبود. کیفیت رنگ موتور و فلاپ ها و این چیزا هم به نسبت بد نیست، ولی خیلی زود روش خش میفته که اینجا میتونید اگه پیدا باشه خشا رو ببینید. ارتفاع موتور هم خیلی کمه و حالا اگزوز از این زیر رد شده، این فلاپی که این با این بسته شده با کوچکترین ضربه میشکنه و دردسر ساز میشه. تایراش هم که هر دوتا تایر ایران یاساست و یکم لیز میخوره. حالا میریم الان تو راید باز تستش میکنیم و فکر نکنم چیز دیگه مونده باشه، فقط این 12.7 که وقتی استارت میزنید هولسنج نشون میده و به 14.7 تقریبا میرسه که مناسبه. دنده یک قدرتمندی هم داره. هندلینگ موتورم خوبه و موتور تو دستیه، خیلی قابل کنترل، راحت و شما خیلی راحت میتونید موانع رو حتی تو سرعت کم رد کنید و فرمونش هم به نسبت خوب میچرخه، دور در جای خوبی هم داره. تا اینجا رو دیدیم گفتیم یه استفاده بکنیم و هندلینگ موتور یکم نشون بدیم. آقا اینجا هم که بام قائمیه است و یه جای خیلی جذابه که کل قائمیه رو میتونی ببینی، واقعا جای دوست داشتنی بود. خب آقا بریم با CF250 تکسیلند هم یه تاپ اسپید بزنیم هم گیری بوکسش رو تست کنیم. 45 تا کاتاف دنده 1، 72 تا کاتاف دنده 2، 96 تا کاتاف دنده 3، 116 تا کاتاف دنده 4، 26 تا فکر کنم باهاش رفتیم، 130 تا اینجا، 100 سرعتی که دیگه بهش فشار آوردم تو دنده 6 رفت، 131 بود. البته بادم اینجا شدیده، اینم در نظر بگیرید، خیلی باد روبرومه. ولی در کل یه پشه بود، نمیدونم زنبور بود چی بود، تو رام تلفات دادیم خورد. البته دارم نگاه میکنم دو تا تلفات دادیم خورد به شیشه. آقا همین هلوش 130 31 32 33 45 همه حدود ها میتونه بره، ولی در کل خیلی تو سرعت بالا مطمئن نیست. یعنی تو این سرعت هم لرزشش خیلی زیاد میشه چون داره به انجین فشار میاد، هم تعادل موتور واقعا خوب نیست. خیلی پیشنهاد نمی کنم سرعت رفتن باشه، همون 120 تا 25 تا راحت بدونه اذیت شدن میره، ولی بیشتر نه، تا 120 تا. یکم توی ترمزهای نوگهانی عقب موتور لیز میخوره که به خاطر لاستیکای بهتون پیشنهاد میکنم لاستیکا رو عوض کنید که میتونه درد سر ساز بشه. در مورد کیفیت سوارش هم بخوام بگم، خب بالاخره موتور تکسیلندره و لرزش خودشو داره، یه چیز کاملا طبیعیه. کمک فنرش به نسبت بد نبود، ولی زین یکم اذیت کننده است و اون قسمت نشیمنگاه اذیت میشه. زین خیلی زین نرم و خوبی نیست، ولی
بزرگه و باعث میشه این قسمت اذیت نشه که این خوبه قسمت به بعضی موتورها. آقا اینجا وایسیم صدای موتورم با هم بشنویم. آقای سیو در نظر بگیر مثلا اگه گازو یه دفعه توی دنده بگیرید عقب موتور میلغزه به خاطر تورک زیادشه که توی خیلی از موتورها هست، حس جذابی هم میده، ولی اگه حواستون باشه مثلا سر پیش میتونه زمینتون بزنه. در کل بخوام یه جمع بندی بکنیم این موتور رو نسبت به حالا رقیبایی که داره، مثل بهلی تاکسی لنزون، تسال، لاکی 250 ولت، مخصوصا تی تیریش که جدیدم اومده به بازار، به نسبت موتور خوبیه، شتاب خوبی داره، سواری خوبی داره، ولی اگه دو نفره میخواید استفاده کنید بهتون پیشنهادش نمی کنم. تک نفره باید از این موتور استفاده بشه، یه جورایی سرتر از بنلی و مالو زونتسار، چه از لحاظ شتاب، چه از لحاظ هندلینگ، چه یه جورایی از لحاظ متریال، و تقریبا یه جورایی باید با تیتیری ولف مقایستش کنیم. البته باز تیتیری قوی تر انجینش و شتاب بیشتری داره، من اون موتور رو بیشتر پسندیدم، ولی این هم به نسبت قیمتی که داره ارزش خرید داره. ولی اگه بخوای در نظر بگیری بابت خدمات و حالا قطعاتش که درست حسابی گیر نمیاد، اگه سراغ دارید جایی که تمام قطعاتش رو میفروشن این موتور رو بگیرید، اگه نه واقعا بهتون توصیه نمی کنم خرید این موتور رو چون اذیت میشید. خلاصه دمتونم گرم که تا اینجا همراه ما بودید. چه غروب خوشگلی هم افتاده اینجا. آقا خیلی ما مخلصیم. تا ویدیوی بعد راستی سابسکرایب به چنل یادتون نره، این ویدیو رو هم لایک کنین. اگه صاحب این موتور هم هستین حتما کامنت بذارید و تجربیاتتون رو بگید که بچه‌ها بتونه تو خرید بهشون کمک کنه. خلاصه ما خیلی مخلصیم. دمتون گرم تا ویدیوی بعدی. فعلا دو تا ویدیو دیگه هم بهتون پیشنهاد می‌کنم اونا رو ببینید.